عرض سلام و وقت بخیر خدمت بینندگان عزیز. امیر میرکریمی هستم، مربی بدنسازی حرفه‌ای و تغذیه ورزشی از فدراسیون جهانی بدنسازی IFBB. تو این ویدیو میخوایم در رابطه با دستگاه های بادی کامپوزیشن صحبت بکنیم، دستگاه هایی که وزن عضله شما، وزن استخون شما، وزن آب بدنتون و درصد چربی شما رو اندازه گیری میکنن. خب ما دستگاه های متفاوتی داریم. این دستگاه ها از تکنولوژی های مختلفی استفاده میکنن برای اندازه گیری درصد چربی و یک نکته مشترکی که در بین اینها هست، هیچ کدوم اینا دقیق نیستن و هر کدوم درصد خطایی دارن. من میخوام راجع به همین درصد خطا با شما صحبت بکنم که چرا اصلا درصد خطا دارن، منطقی و علمی میخوام به شما توضیح بدم و اینکه ببینیم کدوم درصد خطاش کمتره و ببینیم دقیق ترین راه برای اندازه گیری درصد چربی به چه صورتی هستش. خب من با کسایی که کار میکنم، با شاگردان، معمولا به مسئله که برمیخوریم این هست که من درصد چربیشون رو چشمی تخمین میزنم، یه عددی رو بهشون میگم. خب این دوستان میرن یه تستی هم میگیرن، مثلا با دستگاه های این بادی که با اساس امپدانس جریان الکتریکی از بافتای مختلف هست، یا مثلا با دستگاه اولتراسونیک اگر باشه، خیلی کمه تو ایران، با دستگاه مختلف یا حتی ترازوهای هوشمند خونگی درصد چربی رو اندازه گیری میکنن، بعد میبینن مغایرت هست. خب این مغایرت برای چیه؟ راجع به همین موضوع میخوایم صحبت کنیم. ما چند نسل دستگاه داریم. یکیش همین ترازوهای هوشمنده. ترازوهای هوشمند یا ساده هستش که شما فقط روش وای میسید، وزنتون و درصد چربیتون رو میگه، یا ترازوهای هوشمندی هست که روش وای میسید و یه دستگیره هم داره میگیرید. هر دو اینها بر اساس جریان عبور جریان الکتریکی از بافتای مختلف بدن شما کار میکنه و هر بافت مثلا عضله یه مقاومت خاصی داره به جریان الکتریکی. بافت چربی یه مقاومتی داره، آب یه مقاومتی داره و استخون یه مقاومتی داره. بر اساس این مقاومت‌ها و یک فرمول تخمینی و تقریبی، خیلی مهمه، تخمینی و تقریبی درصد چربی شما رو حساب میکنه. چرا؟ چون بافت عضله من و بافت عضله شما شبیه به هم نیست، استخون من و استخون شما شبیه به هم نیست، بافت چربی من با بافت چربی شما شبیه به هم نیست و حتی آبی که تو بدنمون هست درصد املاحش متفاوته. بنابراین بافتای بدن من و شما و شما و فرد دیگه با هم دیگه اختلاف دارن، تفاوت دارن به صورت ژنتیکی و مادرزادی. بنابراین اون درصد ممکنه برای یک نفر دقیق باشه و برای یک نفر دقیق نباشه. چقدر میتونه اختلاف باشه؟ برای این دستگاه 5 الی 7 درصد. خیلی عدد عجیبیه ولی اینطور هست. 5 الی 7 درصد این دستگاه خطا دارن. شاید بعضی جاها بخونید که میزنه این دستگاه نهایتاً 4 الی 5 درصد خطا داره. اینا اومدن فرمولش رو یه مقدار دقیق‌تر کردن ولی باز هم این 4 الی 5 درصدی که توی بروشور دستگاه اعلام میکنن عددیه که روی 70 الی 80 درصد جامعه آماری جواب مثبت داده. خب میریم سراغ دستگاه های دیگه. مثلا یه دستگاهی هستش که داخل یه مایع شما میشین، مثل آبه، و خب بافتای مختلف دوباره چگالی های مختلف دارن. مثلا بافت عضله چگالیش 1.1، یعنی اگه بذارید داخل آب میره پایین. خب خود آب که 1 و استخون دوباره یه چگالی داره. بافت چربی مثلا 0.9 و چربی مثلا رو آب میمونه به این صورته. خب بر اساس این چگالی ها و یک فرمول تقریبی میاد درصد چربی شما رو میگه که اینجا هم 5 درصد خطا داریم. یه داستانی بهتون بگم در رابطه با جی کاتلر و رونی کولمن. رونی کولمن قبل از مسابقه میره یه تستی میده با همین دستگاه هایی که توی آب میشینید شما و درصد چربی شما رو اندازه گیری میکنه. درصد چربی رونی کولمن خیلی جالبه، در میاد -0.3، یعنی رونی کولمن
درصد تعویض از صفر هم کمتر نشون میده، چون این فرمول تقریبیه و تو اون دستگاه 5 درصد خطاه. بنابراین مثلا رونی کولمن اون موقع 3 درصد بوده، 4 درصد بوده، منفی 3 دهم نشون داده. و اصلا نکته ای که وجود داره کسایی که سیاه پوستن درصد چربیشون پایین تر نشون داده میشه توی این تیپ دستگاه ها، دستگاه هایی که با چگالی کار میکنن. یه دستگاه دیگه هم هستش که با هواه، با گردش هوا میاد درصد چربی شما رو اندازه میگیره، اون هم به همین صورته، بر مبنای چگالی کار میکنه. خب این دوتا دستگاه چه اتفاقی میفته که تخمین غلط میزنن؟ سیاه پوستا چگالی استخونشون بیشتره و کلن سیستم عضلانیشون متفاوته. دیده باشید سیاه پوستا از لحاظ قدرت بدنی عموماً بهتر از سفید پوستان، و به خاطر این تفاوت‌های ژنتیکی و تفاوت چگالی سفید پوستا و سیاه پوستا و بین خود سفید پوستا و کلن ژنتیک‌های مختلف، این درصد درست جوابگو نیست. بنابراین این دستگاه 5 درصد خطا دارن هر دو، هم تستی که به صورت اولتراسونیک هست، هم تستی که تو مایه شما میشینید، اینا همه خطا داره، و تستی هم که با گردش هوا داره انجام میشه. نکته بعدی در رابطه با دقیق ترین دستگاه درصد چربی هستش که دستگاه دگزا اسکنه، که شما روی تخت دراز میکشید و یک اسکنر از بالای بدن شما شروع میکنه، میاد اسکن میکنه بدن شما رو، میره جلو میره جلو و درصد چربی شما رو میگه، که این دستگاه دقیق ترینه و این دستگاه هم 3 درصد خطا داره. و این دستگاه بر اساس بازتاب اشعه ایکس از بافتای مختلف، چون مثلا اشعه ایکس توی چربی تا یه عمقی نفوذ میکنه، توی عضله تا یه عمقی، و استخون هم که مشخصه دیگه، حجمش رو کامل اندازه گیری میکنه. و باز هم چون این حجم هایی که اندازه گیری میکنه دستگاه دگزا اسکن، این حجم ها رو تبدیل به وزن میکنه، باز هم چگالی مختلف توی ژنتیک های مختلف باعث میشه که 3 درصد خطا رو داشته باشه. ممکنه شما با دگزا اسکن اسکن کنید، برای شما 1 درصد خطا بشه، برای یکی 3 درصد بشه. بنابراین اعدادی که میگیرید روش حساب باز نکنید. و اخیراً هم یکی از شاگردان برام یک دستگاهی رو فرستاد که تولید خود ایران بود، و این دستگاه من رفتم دیدم توی سرتیفیکیتی که براش صادر شده بود نوشته بود طبق ارائه خود تولید کننده این دستگاه قادر به اندازه گیری درصدهای مختلف بافتای بدنه. و دستگاه به این صورت بود که شما روی یه جا وای میستادید روی یک صفحه، و یک اسکنر بودش که شما رو 45 درجه میچرخوند و یک تصویر سه‌بعدی از بدن شما میگرفت، و اصلا تکنولوژی اندازه گیری درصد چربی رو ارائه نکرده بود. و من دستگاه هایی که به شما قبل از این گفتم دستگاه هایی هستش که به صورت جهانی پذیرفته شده است و مقالات است. بنابراین شما سه نوع دستگاه رو میتونید برید استفاده بکنید. یک، دستگاهی که بر اساس امپدانس الکتریکی 5 الی 7 درصد خطا، دستگاهی که بر اساس نشستن در یک مایع یا گردش هوا یا اولتراسونیک میاد اندازه گیری میکنه، و دستگاه دگزا اسکن. این سه تا دستگاه دستگاهی هستش که پذیرفته شده برای اندازه گیری درصد چربی. یک روش هم هست، روش استفاده از کالیپر. کالیپر شما یک حالت انبوری هست که میزنید، مثلا اینجا رو میزنید، مثلا اینجا رو اندازه گیری میکنید ضخامت لایه چربی، توی نقاط مختلف بدن این کار رو انجام میدید و یک فرمولی داره، با توجه به اون فرمول درصد چربیتون اندازه گیری میشه. آیا این روش دقیقه؟ از روش هایی که شنیدید خیلی دقیق تره. اما اینجا اپراتور خیلی مهمه، کسی که داره این کار انجام میده تخصص داشته باشه، بیاد مثلا اگر میبینه شکم یا پهلو چربه، بیاد از چند نقطه میانگین بگیره و نقاط مختلف رو بشناسه که بتونه ضخامت لایه چربی رو تو اونجاها درست اندازه گیری بکنه، یک میانگین خوب داشته باشه و اون میانگین رو داخل فرمول بذاره که درصد چربی شما حساب بشه. و میرسیم سراغ دقیق ترین روش اندازه گیری درصد چربی، که اندازه گیری درصد چربی به وسیله چشمه. هیچ دستگاهی به قدرت چشم برای اندازه گیری درصد چربی کار نمی کنه. شما توی مسابقه بدنسازی کسی که میره وای میسه رو استیج،
نمیان بهش دستگاهی درصد چربی بزنن، میگن ایشون 11، ایشون 8، ایشون 5، ایشون 4، بنابراین این 4 امتیازش بیشتره. نه، نگاه میکنن که چجوری بدنش دیده میشه، بنابراین درصد چربی رو چشمی تشخیص میدن. اون امتیازی که میدن برای کاندیشنینگ، اون امتیاز رو چشمی میدن، بنا نیستش که بیان با یک دستگاهی درصد چربی اینا رو اندازه‌گیری بکنن. یا اینکه شما خودتون حتی فرض کنید دستگاه درصد چربی به شما بگه عدد درصد چربیتون به عنوان مثال 10 و شما پکاتون رو نمیبینید، خب این 10 به چه دردی میخوره؟ شما زیر حالا زیر 13 نگیم دیگه، بین 11 تا 13 باید پکاتون رو ببینید. خب وقتی که شما 10 دستگاه نشون بده و پک نداشته باشی، خب این چه جوریه که داره به شما میده 10؟ بنابراین فایده ای نداره اون 10 اصلا، یه عدده. یه نکته دیگه ای هم که هست بهتون بگم، یه خاطری هستش در رابطه با خودم و یکی دوستانم هستش که ما تمرین میکنیم تو باشگاهمون، یه دستگاه این بادی داشتن که همین بر اساس جریان الکتریکی دو تا دستگیره داره، دستتون میگیرید و روی یک ترازو هم وای میسید. نباید جوراب هم پاتون باشه، این دستاتون باید با اون صفحه های دستگاه ارتباط داشته باشه برای جریان الکتریکی. و اومدیم درصد چربی رو اندازه گرفتیم، خب درصد چربی هم پایین تر بود، مال من عددش در اومد 14، برای دوستم در اومد 10. اصلا خودش تعجب کرده بود. خب این داستانی که دارم برای شما میگم برای چند سال پیشه و اون زمان همه تعجب کرده بودیم، مگه میشه 10؟ من اون موقع مطالعات دقیقی راجع به دستگاه‌های اندازه‌گیری درصد چربی نداشتم، اما الان به شما میگم این خطا به خاطر این فرمول‌های تقریبی هست که خیلی رنج زیادی رو شامل میشه. و دقت اندازه‌گیری چشم چقدر در درصد چربی بستگی به مهارت شخص داره، ممکنه برای یک نفر 1% باشه، برای یک نفر 2% باشه. من خودم تخمینایی که میزنم بین 1%، نهایتاً در بدترین حالت 2%، اما کسایی هستن که با 0.5% و حتی کمتر درصد چربی شما رو میگن. مثلا یکی از مربی‌ها بودش توی کانادا، واقعاً درصد چربیه که میگفت با یک نگاه و دو تا سه تا فیگور میگفتش که شما مثلا درصد چربیت 11.5، 11.5 به شما میگو، 11.5% اگه میگفت نهایتا شما 12 بودی یا 11 بودی، این عدد 0.5% خطا داشت. بنابراین کسایی که با چشم کار میکنن بسیار موفق ترن و حتی خود شما اون طوری که تو آینه تغییر میکنید مد نظرتون باشه. دستگاه درصد چربی رو بذارید کنار، عکس بگیرید از خودتون، عکس بگیرید از خودتون زیادم بگیرید و بیایید توی عکس ها خودتون رو قیاس بکنید، چون چشم عادت میکنه، شما هر روز خودتون رو میبینید و نمیتونید تو طول زمان به خاطر بیارید که من 6 ماه پیش بدنم به چه صورتی بود، چه پیشرفتی کردم. یا میتونید با متر بزنید، مثلا دور بازوتون رو بگیرید، دور سرشونه خیلی مهمه، دور سینه رو بگیرید، دور کمرتون رو بگیرید، اینا رو همه رو اندازه‌هاشو داشته باشید، دور روم، دور ساق پا، و اینجاست که شما پیشرفتتون رو متوجه میشید. توی عکس ها هست، توی اندازه ها هست. مطمئن باشید شما توی یک ساعت که میگذره اصلا به خاطرتون نمیاد که چه پیشرفتایی کردید و اون دستگاه درصد چربی، ببخشید، بادی کامپوزیشن که درصد مختلف بافتای بدن رو به شما میگه، هیچ کمکی به شما نمیکنه، چون اون خطای زیادی داره. و اصلا یه نکته ای هم به شما بگم در رابطه با ایران، این صرف ایرانه، خارج از کشور این مشکل نیست. این دستگاه ها سنسوراش بعد از یه کار کردی باید عوض بشه و دقتش میاد پایین، نیاز به تعمیر و نگهداری داره. متاسفانه چون شرکت هایی که اینا رو تولید میکنن خدمات پشتیبانی داخل کشور ما ندارن، این دستگاه ها بیشتر از اون تایم مفیدشون کار میکنن و دقتشون از این چیزی که من به شما گفتم پایین تر هم میاد. بنابراین نکته رو مد نظر داشته باشید که اگر شما تو ایران تست میگیرید، نتیجه تست شما دقتش کمتر هست از تستای خارجی. خب این یه کلیتی بود که شما بدونید درصد چربیتون رو چجوری تخمین بزنید. چشم دقیق ترین وسیله است، حتی اگه بلد نیستید با چشم عکس بگیرید و عکسای خودتون رو خودتون قیاس بکنید، اندازه گیری بکنید. بهترین دستگاه 3%
خطا داره و بهترین چشم 0.5% چربی میسنجه. بنابراین به خاطر همین موضوعی که روی استیج با چشم اندازه گیری میکنن نه با دستگاه، و شما هدفتون اینه که زیباتر باشه بدنتون، زیباتر به نظر برسه. بنابراین عددی که دستگاه به شما نشون میده اصلا عدد مهمی نیست. اگر عدد رو کم نشون بده بدن شما قشنگ نباشه، اگر وزن عضله شما رو خیلی زیاد نشون بده اما بدن شما قشنگ نباشه، هیچ ارزشی نداره. خب دوستان، به پایان این ویدیو رسیدیم. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. اگر از ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید. اگر کانال ما رو تا به حال سابسکرایب نکردید این کانال رو سابسکرایب کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. خیلی ممنون از اینکه تا انتهای ویدیو با ما همراه بودید.